این هفته ساخت نسل بعدی فضاپیما، ابر پهپادهای چینی و خیابان‌های لندن پسابرگزیت. رفتن به فضا کاری پرهزینه، خطرناک و بسیار پیچیده است. همه صدها هزار قطعی که به دقت ساخته شدند باید کاملا درست کار کنند. در غیر این صورت اما در گرماگرم رقابت برای رفتن به فضا، سرمایه گذاران دنبال گزینه‌های ساده‌تر و ارزان‌تر برای ساخت سریع‌تر فضاپیما هستند. اینجا در لس آنجلس استارتاپی رو پیدا کردیم که تلاش داره برای همه این مشکلات راه حلی پیدا کنه. اونم از راهی که شاید خیلی غیر ممکن به نظر بیاد، از طریق چاپ سه‌بعدی راکت. این ریلیتیویتی اسپیس. اما چاپ سه‌بعدی قطعات راکت چه مزیتی داره؟ به نظر من مزیتش در قابلیت انعطاف پذیریش است. در کارخانه های سنتی از تنها ابزار ثابت ساخته می شود که هم پرهزینه است و هم تغییر دادنشان کار خیلی سختی است. و اگر بخواهید محصول جدیدی بسازید یا تغییر جزئی در آن بدهید، مجبورید کل کارخانه را زیر رو کنید. اما ما همه این تغییرات را به کمک نرم افزار انجام می دهیم. یعنی فرایند تولید دیجیتالی می شود و در نتیجه قابلیت انعطاف پذیری ایجاد می کند. یعنی اگر کد جدیدی وارد چاپگر و سخت افزار موجود در کارخانه شود، بدون تغییر در سخت افزار محصول کاملا متفاوتی می سازیم. جردن پس از یک دوره کار در اسپیس اکس به کمک دوستش تیم الیس که مهندس پیشین بلو اوریجین بود، ریلیتیویتی اسپیس رو راه انداخت. این دو نفر که هر دو 20 و چند ساله بودند به این نتیجه میرسند که چاپ سه‌بعدی میتونه در چند زمینه مفید باشه. چون نه تنها چیزها رو لایه لایه میسازه، بلکه میتونه از پس ساخت یک سازه پیچیده هم بر بیاد و در این حال خیلی از مراحل تولید میتونه به طور خودکار انجام بشه. چیزی که میتونه به هدف قابل توجهی منتج بشه. این گروه میخواد ربات‌هایی به مریخ بفرسته که خودشون بتونن در سطح مریخ راکت بسازن. این یعنی فضانوردایی که در نهایت به سطح این کره فرود میان بتونن راهی برای بازگشت داشته باشن. It's both better, cheaper, faster. It's going to actually evolve more quickly. هم بهتر است، هم ارزان و هم سریع‌تر و میتواند نسبت به سایر فناوری‌ها خیلی سریع رشد کند و ما برای مریخ کارخانه‌های راه‌اندازی خواهیم کرد که بتوانند چیزهای شبیه مسکن، قطعات اضافی و زیرساخت بسازند و در نهایت بتوانند برای اولین بار موشک‌های چاپ کنند. ولی چرا هنوز کسی چنین کاری نکرده؟ کسی چاپگری به این بزرگی نداشته که چیزهای چنین بزرگی را چاپ کند. به عنوان یک شرکت، خیلی از چالش‌های اصلی که داشتیم ساختن چاپگر بزرگی بود که قادر به چاپ یک موشک کامل باشد. این هم نگاهی نزدیک به مرحله چاپ. یک بازوی روباتیک با بافت رفت و برگشت مشغول پیاده کردن یک لایه ضخیم آلیاژ آلومینیومی با سختی بالاست. ساخت این قطعه که مواد سوخت موشک رو میسوزونه و بعد از بدنش جدا میشه، حدوداً در 12 روز وقت میگیره. اینها بازوهای روباتیک آماده‌اند که میشه همزمان به کارشون گرفت. بعداً همه بخش‌های مختلف رو به هم جوش میدن و وقتی همه به هم متصل شدند، حدود 3 متر ارتفاع خواهد داشت. ریلیتیویتی اسپیس در همین 5 سال نخست آغاز به کارش با سازمان‌هایی مثل ناسا قرارداد بسته و سال آینده در نظر داره تا اولین پرتابش رو از نماقه کاناورال در فلوریدا انجام بده. در واقع اون موقع 4مین شرکت تجاری خواهد بود که موفق به پرتاب از اونجا میشه. و اندکی پس از اون مریخ تسخیر خواهد شد و میشه تصور کرد که هر کسی که به سیاره سرخ بره، سفرش دیگه یک طرفه نخواهد بود. سفر به مریخ و جدایی از زمین شاید در حال حاضر دور از تصور بیاد. اما به تازگی بیش از 60 میلیون نفر از بخشی از کره خاکی جدا شدند. منظورم برگزیت و اعلام جدایی بریتانیا از اروپا است. حالا قراره به چند سال آینده سفر کنیم. جایی که به نظر سازندگان یک بازی ویدیویی وضعیت بعد از برگزیت چندان خوب نیست.
دارم از بازی سگهای نگهبان لژیون حرف میزنم که به گفته سازندش یوبیسافت اوضاع جامعه در اون به هم ریخته است. همکارم مارک چسلاک به مقر یوبیسافت در تورنتو دعوت شد تا پیش از اینکه این بازی ویدئویی به بازار بیاد نگاهی ویژه بهش داشته باشه. این پیکادلی سرکس واقعی نیست و هیچ چیزی اینجا واقعی نیست. داشتم فکر میکردم که خود منم واقعی نیستم و این یه نسخه مجازی منه که دارم از درون یک بازی ویدیویی گزارش میدم. بازی سگ نگهبان لژیون بریتانیای پس از برگزیت رو یک ویران شهر و در هرج و مرج تصور میکنه. دولتی سرکوبگر که به دست رژیمی فاسد اداره میشه. بازیکن نقش فعال و هکری رو بازی میکنه که هدفش استخدام کاراکترهای مرتبطی در بازی تا در نهایت بتونه دولت رو سرنگون کنه. لژیون سومین نسخه شاخه مشهور این بازیه که شرکت بازی‌های ویدیویی یوبیسافت در استودیوی تورنتو این شرکت ساخته. ما خیلی از اتفاقاتی که در جهان می‌بینیم متأثر می‌شیم. از فضای سیاسی گرفته تا فناوری‌های جدید. ما به راه‌هایی نگاه می‌کنیم که شاید ازشون الهام بگیریم. راه‌هایی که شاید یک کمی ازشون ترس داریم و بعد اون رو قیاس می‌کنیم. نقشه بخش زیادی از لندن در این بازی پیاده شده. همینطور با هر کاراکتری که می‌بینین میشه بازی کرد. قصه زندگی و جزئیات شخصی و ویژگی‌هاشون رو همزمان که بهشون نزدیک میشین به کمک هوش مصنوعی بازی میشه دید. به نظرم هر شخصیت رو که در جهان می‌بینید تا حدودی ناشناخته به نظر میاد. درسته؟ ولی وقتی به ویژگی‌هاشون دقت می‌کنید می‌بینید که باهوش‌تر میشن. همین که شخصیتشون رو تحلیل می‌کنید و بهشون زیاد علاقه‌مند میشین و تا تصمیم می‌گیرین که جذبشون کنین، ما بهش یک لایه پیچیدگی اضافه می‌کنیم. ولی سعی می‌کنیم که نوعی ثبات رو با چیزی که در اول دیدید حفظ کنیم. از نظر فنی نوآوری جالبیه، اما آیا بازی با استفاده از اتفاقات جهان واقعی مثل برگزیت دنبال مشکل میگرده؟ میخوام این سوال رو از کلینت هاکینگ کارگردان خلاق این بازی بپرسم، ولی برای این مصاحبه سعی میکنیم چیزی رو تجربه کنیم که قبل از این نشده. میخوام با یک طراح بازی ویدیویی مصاحبه ای داخل خود فضای بازیشون انجام بدم. برای ساختن مدل سه‌بعدی من به تعداد زیادی از عکس‌های من نیاز دارم و این چیزیه که قراره اینجا اتفاق بیفته. برای انجام این کار تمام جزئیات کوچیک چهره و بدن من باید اسکن بشه تا من بتونم به عنوان یک کاراکتر بازی ظاهر بشم. و 3 2 1. عالی بود. شبیه این اتاقک‌های عکس فوری ایستگاه قطار نیست؟ عظیم و واقعی، بی نظیره که میشه چهرمون رو اینطوری کنیم، نه؟ مرحله بعدی کار با لباسیه که عملکرد و رفتار رو ضبط میکنه. این نقطه هایی که روی صورت هم نقاشی شده و این دم و دستگاه حرکت های صورت منو ضبط میکنه. راستشو بگین، چطور به نظر میاد؟ حالا برای مرحله بعدی آماده میشیم. نورهای مجازی، دوربین و اکشن. کلینت، چی شد که لندن رو برای این بازی انتخاب کردی؟ خب مارک، همونطور که میدونی لندن شهر بی‌نظیری برای بازی ویدئویی. نه تنها پر از نمای فرهنگی و تاریخی و جای شگفت انگیزیه که مردم دوست دارن به اونجا برن، شهر عالی هم هست که سراسر تنوع فرهنگی داره. برای ما خیلی مهم بود که نه تنها شهر و چیزهایی که دور و برش داره اتفاق میفته رو شبیه سازی کنیم، بلکه خواستیم جمعیت و مردمش رو هم شبیه سازی کنیم. در بریتانیا نظرها در مورد برگزیت خیلی متناقضه و خیلی از اینکه این مسئله در بازی ویدئویی جا داده شده ناراحت میشن. خب من بهش به عنوان یه پدیده فرهنگساز نگاه میکنم. اگه فیلم میسازیم و یا کتاب و غیره، در مورد بازی ویدئویی هم همینطوره. این خیلی مهمه که به اتفاقاتی که در جهان پیرامون ما اتفاق میفته نگاه کنیم و چیزی برای گفتن در موردش داشته باشیم و چیزی بسازیم که معنی داره و مردم بتونن بهش نگاه کنند و درکش کنند، چیزی که در مورد جهانی که درش زندگی میکنن حرف بزنه. ساخت بازی حدود 4 سال طول کشیده و در این مدت اتفاقات زیادی تو دنیا افتاده. آیا شما چیزای دیگه‌ای هم به بازی اضافه کردین؟
ما باید ببینیم که چه اتفاقاتی در جهان میفته و تصمیم بگیریم که چه چیزهایی رو میتونیم در شبیه سازیمون اضافه کنیم. ما به مقرراتی که در مورد پرواز پهپادها در آسمان تعریف شده یا قوانین ترافیکی برای خودروهای بدون راننده نگاه میکنیم و بهش فکر میکنیم که آیا اینا چیزایی هستن که میخوایم در شبیه سازی اضافه کنیم و بازیکن بتونه باش بازی کنه. کلینت هاکینگ، واقعا خیلی ممنونم. مارک چیزلک، بی بی سی، از یک نسخه مجازی لندن. در هفته‌ای که گذشت، درخواست تجدید نظر شرکت چینی هواوی در دادگاه ایالات متحده برای رفع حکم ممنوعیت همکاری با سازمان‌های دولتی آمریکا رد شد. اپل هشدار داد که اختلال ناشی از ویروس کرونا در چین بر تولید و عرضه آیفون تأثیر خواهد گذاشت. و ثروتمندترین فرد جهان جف بزوس متعهد شد تا 10 میلیارد دلار از ثروت 130 میلیارد دلاری خودش رو برای مقابله با تغییرات اقلیمی صرف کنه. و در راستای اخبار مربوط به انواع جت پک یا کول جتی، به نظر میاد داریم به ظهور یک مرد آهنین واقعی نزدیک‌تر میشیم. گروه جتمن در دبی با یک لباس بالدار جتی به نقطه عطف مهمی دست یافت و تونست به ارتفاع تقریبا 1800 متر و سرعت متوسط 240 کیلومتر بر ساعت برسه و بله، تونست سالم هم فرود بیاد. تا حالا شده که سرخ کردن هات داگ براتون سخت بوده باشه؟ خب غم نخورید که حالا یک ربات برای این کار داریم. جکو و بکستر ربات‌های ساخت دانشگاه بوستون هستند که با استفاده از یادگیری ماشین میتونن به خوبی از پس کار پیچیده سرخ کردن و سرو یک سوسیس بر بیان. اگه تا به حال نگران این بودید که بلنگوی هوشمند شما به مکالماتتون گوش میده، چرا از دستبند سکوت استفاده نمی‌کنید؟ این پوشیدنی پارازیت انداز که توسط پژوهشگران دانشگاه شیکاگو ساخته شده، از صداهای فراصوت استفاده میکنه تا از استراق سم میکروفونهای اطراف جلوگیری کنه. و در پایان، پژوهشگران دانشگاه شفیلد برای کمک به ایجاد نرم‌افزارهای پیشرفته‌تر برای پهپادها، مغز زنبورها رو مهندسی معکوس کردند. الکترودهای ریزی که در مغز زنبورها وارد شدند، مسیرهای پروازشون رو بررسی می‌کنند تا بتونن شیوه مسیریابی دقیق اونها رو در محیط سه‌بعدی به ابعاد چند کیلومتر پیدا کنند. چند سال پیش و موقع آتش سوزی های وحشتناک آمریکا، آتش نشان های کالیفرنیایی رو تا محل آتش سوزی دنبال کردیم که ببینیم چطور از فناوری برای مبارزه با شعله های آتش استفاده می کنند. پهپاد به وسیله مهمی در ابزار کاری آتش نشان ها تبدیل شده، اما تا چه زمانی قادر به پرواز خواهد بود؟ چند وقت پیش ترامپ دستور داد استفاده از هر گونه پهپاد ساخت چین در کارهای دولتی ممنوع باشه. و بیشتر پهپادها کجا ساخته میشن؟ بله درسته. اینکه از پهپادها میشه برای جاسوسی استفاده کرد ترسناکه و ایالات متحده حالا میخواد در فناوری پهپاد با چین رقابت کنه. و این یکی دیگه از نبردهای فناورانه بین آمریکا و چینه. حالا سوال اینه که آیا چنین مسائلی میتونه در نهایت روی نوآوری‌های مربوط به پیک و ترابری تأثیر بگذاره؟ با جمعیتی به این بزرگی، چین به این گزینه و گزینه‌های دیگه برای سرعت بخشیدن به پروسه ترابری چشم دوخته که توش پیشرفت زیادی هم داشته. آیا مواضع ضد چینی ترامپ میتونه برای نوآوری‌های آمریکایی در حوزه حمل و نقل تبدیل به یک مانع بشه؟ استیون بکت برای بررسی بهتر موضوع به گوانگژو چین سفر کرده. وقتی به پهپاد فکر میکنید، شاید همچین چیزی رو تصور کنید، یا شاید هم این. خب این چطور؟ این مقر آزمایش های ایهنگ در گوانجو است و اینم پهپاد مسافربریشون که در حال توسعه است. ایدهش اینه که این بتونه سرنشین ها رو از نقطه الف به نقطه ب در گوشه و کنار جهان برسونه و شاید هم تا همین چند ماه آینده در آسمان به پرواز در بیاد. میتونه با سرعت بیشتر از 217 کیلومتر در ساعت حرکت کنه و تا 35 کیلومتر بره. داخلش اینطوریه، یک اتاقک داره که میتونید واردش بشید و راحت و آروم بشینید. حتی یک کمربند ایمنی هم داره. این میتونه حدود 220 کیلوگرم رو هم کنه که میشه چند سرنشین. خیلی دنجه، ولی اگه بتونه شما رو سریع ببره خوبه.
کل صنعت هوانوردی یک قرن که هیجان زده بوده و در 100 سال گذشته چیز بنیادینی تغییر نکرده. به عنوان یک شرکت، ایهانگ چندین سال که به این فکر هواپیماهای مسافری بدون خلبان بسازه. ما به این فکر کردیم که راه دیگه هست. آیا راهی هست که هواپیمای امن‌تری در آینده داشته باشیم؟ در حال حاضر دارن کار میکنن که مجوز تجاری برای پرواز در آوردن اینها رو در شهرها به دست بیارن، ولی هنوز موفق نشدن. برای همین این پهپاد الان باید بدون هیچ سرنشینی پرواز کنه. واو، خیلی جدیه. تصورش کنید که روی شهر شما پرواز کنه. حتما میشناسینش. این یقیناً روزنه‌ای به آینده است و انسان‌ها و بسته‌ها رو حتماً خیلی سریع انتقال خواهد داد. ولی در کنار این که جسمان خیلی سریع حرکت کنن، راه دیگه‌ای برای سریع رسوندن اینه که بتونه نزدیک موقعیت مورد نظر قرار بگیره. JD.com دومین فروشنده بزرگ آنلاین چین تلاش داره این کار رو در پکن انجام بده. مردم چین در شهرها آب‌های بطری می‌نوشن و این یعنی آب باید به در خونه‌شون برسه و اگه بخوان این کار رو انجام بدن، آب باید از جاهایی مثل این بیاد. این یه ایستگاه آب ذخیره است. در حال حاضر برای سفارش آب باید به یک شرکت محلی زنگ بزنید. همه مراحل با دست انجام میشه و میتونه خیلی یواش باشه. مردم دیگه با رسوندن ظرف 24 ساعت یا نصف روز قانع نمیشن. چیزی که میخواین شرایطی است که به طور مثال مشغول پختن شام در خونه هستین و میخواین برنج و آب هر چه زودتر به آشپزخونتون برسه. اینه. جی دی رو میشه آمازون چین خوند که انبارهای خیلی بزرگی داره و بر این اساس فقط میتونن نزدیک مراکز شهرها باشن. و اینجاست که ایستگاه ذخیره آب پیش میاد که در اطراف پکن پراکنده است و در واقع شبیه مدل کوچک انبارهای جی دی هست. خب حالا شما به کمک یک اپ آب سفارش میدین و جی دی به طور خودکار سفارش شما رو به یکی از این ایستگاه‌های آب نزدیک شما میفرسته. شاید یکی در همین نزدیکی شما باشه که به قول اونا کار رو سریع‌تر می‌کنه. خب ما خواستیم که این رو در عمل ببینیم. یوان راهنمامون رفته به یکی از این خونه‌ها در اون طرف شهر که سفارش بده. سفارش رو فرستاده و ما هم منتظریم و خیلی هیجان برانگیزه. اون سه چرخه موتوری رو دنبال کن. رسیدیم. خب حدود 20 دقیقه وقت گرفت. فکر نکنم سریع تر از این بشه. فکر میکنم میتونه چیزی بین 20 دقیقه تا چند ساعت بشه. باید اینکه کجای شهرن، چقدر سرشون شلوغه و این چیزها رو هم در نظر بگیریم. ولی همه این نوآوری ها شاید به خاطر یک موقعیت استثنایی در چین ممکنه. کسانی که در چین به عنوان پیک کار میکنن قرارداد ندارن. حداقل دستمزد برای اونا رعایت نمیشه و از هیچ نوع خدمات تامین اجتماعی بهره مند نیستن. در واقع درآمدشون از پول خرد تامین میشه. یعنی مثلا چیزی در حد 50 سنت برای هر سفر. که خودش باعث میشه رقم قابل ملاحظه ای از کارکنان روزمزد وجود داشته باشه که پایه‌های اقتصاد آنلاین چین رو تشکیل میدن. در کشورهای توسعه یافته مثل بریتانیا که حداقل دستمزد رعایت میشه و سهمی که صنف پیک ها از اغلب کارهای خدماتی دارن احتمال سبب بشه مردم دیگه نتونن چیزی ازشون بخرن. ایهانگ رو به یاد دارین؟ اونا هم روی نمونه کار میکردن که در کنار سایر چیزها بتونن غذای فوری برسونن. این اپ در واقع این امکان رو فراهم میکنه که پهپاد اشیا رو به شما برسونه. گزینه های متفاوتی داره و شرکت متفاوتی که خدماتشون رو عرضه میکنن. قرار امروز غذای فوری بگیریم و 6 تا قهوه هم سفارش بدیم چون چند نفر اینجان. فقط باید نقطه تحویل پهپاد رو انتخاب کنیم که فقط یکی در این نزدیکی است که اونم همین بیرونه و اگر الان پرداخت کنیم قهوه ها باید فوراً برسن. رسید. ببینیم داخلش چیه. تاچ‌داون. یک قهوه است که به نظر میرسه از مکدونالدز اومده. به نظر میرسه یک مکدونالدز نزدیکی هاست که فرودگاه پهپاد داره. کارش یکم پیچیده تر از یک قهوه خونه است.
قانع کننده نیست که فقط برای سفارش یک قهوه ازش استفاده کنید. ولی تصور کنید که اگر بخوان یه بسته فوری یا چیزی شبیه اون رو براتون برسونه، خیلی به درد بخور خواهد بود. ولی شاید نخواهید که اون به حیات پشتی خونتون فرود بیاد، نه؟ فکر کنم پهپادنشین‌هایی مثل این خیلی منطقی به نظر میرسه. شکی نیست کارهایی که اینجا برای تحویل دهی انجام میشه خیلی خلاقانه است. ولی سوال اینجاست که آیا مدل‌های تجاری که در چین کار میکنه در جاهای دیگه دنیا هم کار خواهد کرد؟ در رقابت جهانی شدن، چالش اصلی اینه که باید مطمئن شد مقررات و موارد ایمنی در نظر گرفته شده. استیو بود از چین و حالا طبق وعده‌ای که از قبل داده بودیم بریم سراغ یکی از معتبرترین و مشهورترین جوایز سینمایی یعنی اسکار که چند وقت پیش شاهد مراسمش بودیم و افرادی رو ملاقات کنیم که ایده‌های خلاقانه‌شون باعث شد که فیلم‌هاشون نامزد این جایزه بشه. از انتقام جویان پایان بازی شروع می‌کنیم. Whatever it takes. This show had so many challenges, I think. این فیلم چالش‌های زیادی داشت به نظرم، چون این اوج کار مارول، چیزی مثل یونیورس. ببخشید آقای هال. بله. میشه عکسی با شما بگیرم؟ به خصوص هالک هوشمند که چالش اصلی بود، چون قرار بود چهره انیمیشنمون رو به جاهایی ببریم که قبلا نبوده و رسیدن به اون مرحله اجرا واقعا یک چالش اصلی بود. وقتی فیلم برداری میکردن، کار رو با فیلم گرفتن از مارک رافالو به جای هالک هوشمند شروع کردن که مجهز به لباسی که قادر به ضبط حرکت و همینطور برای حرکات چهرش از یک سری دوربین که در سرش نصبه استفاده شده. این یعنی وقتی فیلم ها به دست ما میرسه یک سری مورد قابل توجه داریم که بتونیم کارمون رو شروع کنیم. اگرچه ما این اجرای عالی رو برای مارک داشتیم، اما اگه شما مارک رو 100% هالک هوشمند جا بدین هم اون شبیه هالک هوشمند نخواهد شد. چیزی شبیه این میشه که مثلا مارک رافالو ادای هالک هوشمند رو داره در میاره. بنابراین نیاز بود یک سری اصلاحاتی انجام بدیم تا اون اجرا رو ضبط کنیم و بتونیم کاراکتری رو که میخوایم به دست بیاریم. ما یک سری تکنیک های یادگیری ماشینی به کار گرفتیم تا بتونیم اجراشو بلافاصله از ویدیوها ضبط کنیم و روی مدل اولیه‌مون اعمال کنیم. تلاشمون این بود که بتونیم اجرای انسان رو با ظرافت به دست بیاریم که سخت‌ترین کار در سی جیه. چیز دیگه‌ای که از اطلاعات به دست اومده از یادگیری ماشینی به دست آوردیم. بعضی از حرکات خیلی ریز بود. اگرچه خیلی از کارها رو با انیمیشن دستی انجام دادیم، ولی خیلی مهم بود که بتونیم این حرکات خیلی ریز و کوچک رو به دست بیاریم. به طور مثال حرکات خیلی کوچیک ابرو و یا حرکت گونه که خیلی نامحسوسه و میشه به کمک اون در انیمیشن دستی اجرا رو ضبط کرد. به نظرم بزرگترین مشکلی که داشتیم لباس کوانتومی بود که اونجرز می پوشیدن. چون موقع فیلم برداری خیلی قبلتر از نسخه اینفینیتی وار هیچ طرحی برای لباسا وجود نداشت. یعنی هیچ کسی لباسی نمی پوشه و یا هیچ لباسی ساخته نشده بود. برای همین باید چند مورد رو سر و سامون می‌دادیم. اول اینکه چطور لباس‌های هر کدومشون رو آماده می‌کردیم. چون در اول با هر لباسی که معمولاً اونجرز می‌پوشیدن فیلم برداری می‌شدن. در مواردی این مسئله مشکلاتی به میون آورد. بعضی از لباس‌هایی که می‌پوشیدن یقه‌های خیلی بلندی داشت و چیزهای جدیدتری که می‌پوشیدن همه اون لباس رو نمی‌پوشوند. بنابراین بخشی از گردنشون معلوم می‌شد که ما باید یا اون بخش رو دوباره در سی جی بازسازی می‌کردیم یا دوباره رنگش می‌کردیم. و در بعضی از شات‌ها یا نماها، مثلا در نمای معرف، وقتی که برای اولین بار در داخل آشیانه راه می‌رفتن، این نما با بازیگران جایگزینی گرفته شد. بعدش ما گفتیم بله، باید همه چیز رو جایگزین کنیم. بنابراین ما در عوض سر اونها رو عوض کردیم. گاهی اوقات با استفاده از فناوری دیجیتال، گاهی اوقات با استفاده از تکه‌های صفحه از عکس‌های دیگه. اگرم میتونستیم یک نمای جانبی خوب پیدا میکردیم که بشه چسبون، چون این نما کاملا گسترده بود. چیز دیگه‌ای که باید به خاطر داشت این صحنه هست، چون باید نورپردازی رو با قاب و لباس‌ها ادغام میکردیم. برای همین ساختمان کامل سی جی ساختیم که به هر حال بهش نیاز داشتیم، چون با توجه به قابایی که استفاده کردن میبینیم که پشت سرشون جایی که پنجره قرار داره یه صفحه سبز و هر چند پرده سبز پشت پنجره قرار داشت، ما مجبور بودیم کل پنجره رو عوض کنیم، چون به انعکاس چیزی که می‌خواستیم در ساختمون قرار بدیم نیاز داشتیم. این چیزی که در آخر روز از اون صحنه‌هایی که ما فیلم برداری کردیم موند سرشونه و بخشی از سقف، یعنی کل ساختمون رو هم عوض کردیم. خب در واقع یک صحنه مشخصاً از مرد مورچه‌ای در اول آزمایش سفر زمانی بود. مرد مورچه‌ای وانت کوانتوم رو معرفی می‌کنه. اون صحنه در یک سکانس دیگه فیلم برداری شد، در یک بخش دیگه یه ساختمون. برای همین کل پس‌زمینه اشتباه بود. پس ما باید اون رو برمی‌داشتیم و به کلی عوضش می‌کردیم و کل محیط رو تغییر می‌دادیم و وانت رو عوض می‌کردیم و بعد مثل این بود که بگی اوه اون لباس اشتباهی هم داره، که سرانجام لباسش رو هم عوض کردیم تا
بذاریم در لباس کوانتوم مرد مورچه‌ای که در ادامه سکانس از تصاویر پوشیده بود. اون یکی دیگه از تغییرات لحظه آخر بود. یک تک برداشت از طرح لباسی که با صحنه‌های بقیه تصاویر همخونی داشت. مردم دوست دارن جلوه‌های درخشان ببینن. رضایت خیلی وقتا از کار زیاد میاد. از کار خوب و کاری که کسی نتونه تشخیص بده. هوشمندانه بود نه؟ در هفته های آتی سراغ نامزدهای دیگه اسکار هم خواهیم رفت. اما برنامه این هفته همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید، منشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترستون هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.